بررسی علت انفجار آتش‌سوزی در یک درمانگاه تهران که 19 کشته به جا گذاشت. مقامات میگویند کلینیک سینا 4 بار اخطار ایمنی گرفته بود. آیا این حادثه مرگبار قابل پیشگیری بود؟ این سوال امشب 60 دقیقه از دو مهمان برنامه است. در ادامه برنامه امشب Iran is not a responsible democracy like Australia and we already know that Tehran will do given the ability to buy more weaponry. رد پیشنهاد اروپایی ها برای تمدید محدود تحریم تسلیحاتی ایران از طرف آمریکا. پومپئو میگوید جمهوری اسلامی شایستگی لغو تحریم را ندارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مهمان 60 دقیقه امشب است. محدودسازی حق انتخاب آزادانه ملت و حق حرمیت و حق حرمت و حیثیت اشخاص در مکافات نقدی که دامن یک دانشجوی منتقد رهبر ایران را گرفت و 4 سال رهایش نکرد. تحمل حکومت در برابر گلایه از رأس نظام چقدر است؟ و اثر کرونا بر بزرگترین صادرکننده نفت، عربستان مالیات ارزش افزوده را 3 برابر کرد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. سه‌شنبه کمی مانده به ساعت 9 شب، دود و آتش و سپس انفجاری عظیم ساختمانی در شمال تهران را تخریب کرد. شدت انفجار به حدی بود که بعضی از خانه‌های اطراف هم تخریب شد. کلینیک سینا به جای درمانگاه قتلگاه شد و 19 نفر جانشان را از دست دادند. ساختمانی 5 طبقه که به گفته مقامات 4 بار اخطار ایمنی گرفته بود. علت حادثه هنوز در دست بررسی است، اما آیا باز هم ردپای رشوه‌گیری و زده‌بند به چشم می‌خورد؟ گفته شده که نه سیستم اطفای حریق ساختمان کار می‌کرده و نه راه پله‌ها شرایط ایمنی داشته. به گفته رئیس شورای شهر تهران، بسیاری از پیمانکاران به مسائل ایمنی بی‌توجه‌اند و با روابط مجوز ساخت یا پایان کار می‌گیرند. حادثه ای یادآور آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو که به مرگ 22 نفر انجامید. پلیس از 1004 نفر در ارتباط با آتش‌سوزی درمانگاه سینا خبر داده. اما سوال اینجاست که تا کی پلاسکوها و سیناها باید تکرار شوند؟ چرا مسئولان می توانند هشدارهای ایمنی را نادیده بگیرند؟ مسئول این فجایع کیست؟ بیشتر به این موضوعات می پردازیم. اول گزارشی ببینیم از سیاوش اردلان. لحظات پروحشت برای آنهایی که در محاصره دود و آتش قرار داشتند. 19 نفر ظاهراً فوت کردند. البته یک نفر از اونها ظاهراً هنوز مرگش قطعی نشده. 15 نفر زن و 4 نفر مرد. ظاهراً اکثر جانباختگان این حادثه جزو کادر درمانی کلینیک بودند. حضور پر ازدحام مردم مثل همیشه کار امدادرسانی را مشکل کرد. حالا پیام‌های تسلیت مقامات و وعده‌های تحقیق یکی پس از دیگری صادر شدند. اما نکاتی که مسئولان زیربط ها به حال گفتند. انفجار دیشب در کلینیک سینا اطهر به خاطر اشکال در سیستم برق نگهداری سیلندرهای اکسیژن و گازهای دیگر بوده. دو سیلندر بزرگ و 4 سیلندر کوچک دیشب منفجر شدند. نزدیک بود یک مخزن بزرگ هلیوم هم منفجر شود که می توانست فاجعه را از این هم بدتر کند. 5 نفر از مدیران و دستاندرکاران درمانگاه احضار یا بازداشت شدند و تحت بازجویی هستند. معلوم نیست دقیقاً چه فرد یا افرادی مقصر شناخته شوند، ولی روشن است که توجه نکردن به نکات ایمنی یک مشکل بزرگ در این گونه واحد هاست. امروز گفته شد که درمانگاه سینای اطهر در 5 سال گذشته 4 اخطاریه بر سر رعایت نکات ایمنی دریافت کرده بود، ولی ترتیب اثر داده نشد. یکی از اعضای شورای شهر تهران امروز گفت 33,000 واحد پرخطر در تهران نکات ایمنی را رعایت نمی کنند. از میان این واحدهای پرخطر 60% بیمارستانهای تهران هستند، نصف کل بیمارستانهای کشور که عمر بالای 40 سال دارند. یکی از مسئولان پزشکی ایران گفته که بعد از انقلاب حتی یک بیمارستان دانشگاهی در تهران ساخته نشده. وقتی هم بیمارستان دیگری ساخته شده، مسئولان در زغزدگی مراسم افتتاح آیین نامه های ایمنی را به فراموشی سپردند. همه این مسائل امروز بیان می شود، ولی مهم این است که در روزها و سالهای آینده جدی گرفته شوند. اگر آنگونه که کارشناسان می گویند بیمارستان های ایران آتش زیر خاکستر باشند،
از میان آنها مراکز پزشکی هسته‌ای میتوانند یک فاجعه انسانی بالقوه در ابعادی باور نکردنی باشند. سیاوش اردلان، بی بی سی. داریوش بوربور متخصص معماری و شهرسازی از تهران با ماست. آقای بوربور، می‌دونیم که علت هنوز در حال بررسی علت حادثه درمانگاه سینا، اما فکر می‌کنید که آیا این حادثه قابل پیشگیری بود؟ البته شهرداری ها باید همیشه مواظب باشند که حوادث اینچنینی همیشه امکان رخ دادن داره و بعد از پلاسکو متاسفانه این حادثه نشون میده که از پلاسکو شهرداری و آتش نشانی درس های لازم ره برای پیشگیری از یک سری مطالب ره نکرده بودند. رئیس شورای شهر تهران گفته که اخطارهای مکرری به درمانگاه سینا داده شده بوده، اما این اخطارها نادیده گرفته شده، سیستم اطفای حریق اصلا خاموش بوده، فعال نبوده. فکر میکنید که چی باعث میشه که مسئولان این ساختمانها نادیده بگیرند این اخطارها رو؟ ببینید، در ایران متاسفانه مرسومه که نهادهای دولتی که موظف هستند یک سری مطالب رو پیگیری بکنند و از یک سری حوادث جلوگیری بکنند، متاسفانه فکر میکنند که دادن اخطار مسئولیت اونها رو تمام میکنه و کافیست، در صورتی که دادن اخطار وقتی به درد میخوره که باید اولا مدت داشته باشه و دوما اجرایی بشه، به لاش تشکیلاتی مثل شهرداری بیاد به قول خودشون به 3000 واحد که در خطر هستند اخطار بده، ولی هیچ اقدامی راجع به بهبود اونها و یا عمل کرد اونها نداشته باشه، خب مسلماً فایده ای نداره. و متاسفانه در این طور حوادث در ایران، ببینید، اون افرادی که این اخطارها رو دادند موظف بودند که در یک مدت زمانی این جاره ببندن، در صورتی که به خواسته هایی که اونها تشخیص داده بودن عمل نکردن. خب چندین بار این کار کردن و این عقیده من خیلی مهمه که این افرادی که در یعنی تشکیلاتی که این کار رو میکنه باید مسئول باشه، در صورتی که معمولا اونها رو به مسئولیت نمیگیرن و یه نفر که مثلا تو خود همین بیمارستان یه کار کوچیکی هم داشته اون رو مسئول میدونن. آقای بوربور، شما متخصص معماری هستید و بناهای زیادی رو در ایران طراحی کردید، مشخصا راجع به درمانگاه ها و بیمارستان ها چه چیزهایی باید رعایت بشه که رعایت نمیشه در حال حاضر؟ در مورد طراحی بیمارستان خب خیلی ضوابط زیادی میباید رعایت بشه، ولی بیمارستان ها و کلینیک ها انواع مختلف دارن و بعضی از این بیمارستان ها بیمارستان های خیلی بغرنجی نیستن و یا کلینیک ها همینطور. چیزی که خیلی مهمه این است که مسئولین امر رعایت ضوابط هایی که برای هر ساختمانی لازمه انجام بگیره، برای اینکه برای یه بیمارستان بزرگ فرض بکنیم 500 تخت خوابی، 200 تخت خوابی، 400 تخت خوابی،
خب یک ضوابط خاص دیگری لازمه برای یه بیمارستان که 100 تخت خواب داره یا 50 تخت خواب داره، ضوابط دیگری است. ولی مهم اعمال این ضوابط مخصوصا از لحاظ حریق و این طور مطالب که یک مطلب مهمی که می‌خواستم من در این مورد اشاره کنم، آتش نشانی به غیر از خب مطالب مختلفی که میباید رعایت شه، 4 مورد خیلی مهم رو باید در موردش دقت بشه. یکی سرعت رسیدن به مرحله حادثه است، یکی مجهز بودن برای امداد رسانی به اون محله، و سوم پلیس آتش نشانیه که بتونه جلوگیری بکنه از ازدحامی که در این آتش سوزی هایی که در ایران اتفاق میفته. یکی از اشکالات اجتماع و عدم رعایت به اصطلاح جدایی افراد از محل حادثه است، و این باید پلیس آتش نشانی مخصوص و متخصص این کار باشه که اولین کاری که به مجرد اینکه تشکیلات آتش نشانی رسید به محل وقوع حادثه، این پلیس آتش نشانی هم باید اولا ترافیک رو اداره بکنه که یا اگر لازم باشه جلوی ترافیک رو بگیره، اگر لازم باشه که ترافیک رو هدایت کنه به اونور خیابان و غیره. و متاسفانه این قسمت آتش نشانی در این دوتا حادثه بسیار ضعیف بوده، و یکی از مسائل مهمی که من توصیه میکنم به تمام آتش نشانی های ایران اینه که میبایست پلیس آتش نشانیشون رو تقویت بکنن که در حوادث فوری بتونن اون اطراف ساختمانی که در معرض خطر هست رو از ترافیکش و از ازدحام جمعیتش جلوگیری بکنن. متشکرم. داریوش بربر، متخصص معماری و شهرسازی از تهران با ما. دکتر حامد صالحی، پزشک و مدرس پزشکی از لندن به ما پیوسته. آقای دکتر، خوش آمدید به برنامه. ابتدا از اینجا شروع بکنیم که اساساً به هر حال دستگاه‌های پزشکی که در این بیمارستان‌ها هست، برای ایمنیش اقداماتی باید بکنند بیمارستان‌ها؟ خدمت شما عرض بکنم که در وهله اول اتفاقی که افتاد توی تهران خیلی تعجب انگیز نباید باشه، به خاطر اینکه ما داریم راجع به جایی صحبت میکنیم که من یک مثال ساده میذارم، شاید قصهش راحت تر قابل هضم باشه. تو کشوری مثل انگلیس وقتی شما بخواید خونتون رو اجاره بدید، اولین چیزی که از شما میخوان یک در واقع سرتیفیکت برای سیفتی، یعنی سلامت گاز و برقشه. من شک دارم که این اتفاق توی ایران بیفته. خب مسلما وقتی اونو تعمیم میدیم به بخش پزشکیش، هم همچین اتفاقاتی خیلی تعجب برانگیز نیست. اتفاقی که میفته در جاهایی مثل اینجا که ما شاهد حوادث کمتر از این هستیم، اینه که من تو 5 بخش خلاصه میکنم. یکی آموزشه، یکی نظارته، یکی ضمانت اجراییه، یکی مسئولیت پذیری اون پرسنل هست، و بعد اطلاع رسانی. وقتی که شما، ما تو اینجا در واقع برای تک تک این اتفاقاتی که میفته ما ورکشاپ داریم، ما آموزش داریم، به پرسنل و مسئولان اجرایی در به طور مداوم مرتب آموزش داده میشه. بعد از آموزش یه سری نظارت هایی میشه که در واقع بسیار بسیار دقیقه و بسیار جدیه، یعنی از نمیشه از زیرش در رفت. آقای صالحی، آموزش درباره اطفاء حریق و آتش سوزی، یا آموزش برای نگهداری از وسایل پزشکیه؟ تو هر دوش امکان پذیره. وقتی که شما دارید با یک مجموعه کار میکنید که ازش تو اون مجموعه مثل یک مرکز درمانی که شما توش لوازم پزشکی دارید که قابل
آتش گرفتن هست. حالا این میتونه در یک کلینیک دیگه لوازم پزشکی باشه، منتها اونقدر لوازم پزشکی نمیتونه، شاید بتونه خطرات دیگه‌ای خب برای مریض داشته باشه، منتها هیچ وقت نمیتونه یه همچین اتفاقاتی رو در واقع منجر بشه. اون بحثی که هست آموزش در زمینه استفاده درست از لوازم و محیطی که در واقع حاضر میشه هستش. این آموزش هم باید به پزشکان داده بشه، هم به اون افرادی که اون مراکز رو اداره میکنن. جدای آموزش، نظارت و ضمانت اجرایی، یعنی ما اینجا یه مرکز داریم به نام Care Quality Control، اونا میان در واقع تمامی مراکز درمانی پزشکی خصوصی و دولتی رو به طور مداوم بررسی میکنن. اگه واقعا اون ضوابط رعایت نشه، اون مرکز قابل ادامه دادن نیست و این باعث میشه که مسئولیت اشخاص بالا میره، یعنی پزشکان، پرستاران، اون مدیران اجرایی اون کلینیک ها در واقع مسئولیت بیشتری رو مجبورن به عهده بگیرن و در واقع اون تنبیهات انضباطی بسیار زیادی وجود داره. اگر من به عنوان پزشک مدیر یه مرکزی باشم که این کار رو انجام ندم، شاید تا ابد نتونم دیگه تو این کشور کار پزشکی انجام بدم. و مسئله بعدی اطلاع رسانیه، یعنی ما تو جامعه باید باشیم که بتونیم از همه موارد اطلاع رسانی بکنیم بدون هیچ محدودیتی. و من تنها چیزی که در واقع واسم خیلی مهمه اینه که ما اینجا یه اصطلاحی داریم به نام رفلکتیو لرنینگ، یعنی ما باید از گذشته درس بگیریم. اگر نه بسیار تأسف‌آوره که هر دفعه ما میشینیم و راجع به تک تک این مسائل صحبت میکنیم بدون اینکه درسی بگیریم از گذشته. از این اتفاقات افتاده و میفته و من به نوبه خودم به همه مردم و کادر پزشکی بسیار زحمتکش ایران باید تسلیت بگم که متاسفانه شاهد همچین چیزایی بودیم و من فقط امیدوارم که این اتفاق نیفته دیگه. آقای صالحی، یکی از نگرانی هایی که دیروز مطرح شد، البته بعد گفتن که در درمانگاه سینا نبوده، بحث مواد رادیواکتیو که در بعضی از بیمارستان ها برای رادیوتراپی استفاده میشه، آیا اینجا برای بیمارستان های اینچنینی شیوه های ایمنی خاصی وجود داره؟ 100%. یکی اینجا تمام بیمارستان ها در واقع یه سری کنترل هایی رو دارن که در واقع که به صورت مداوم اون پرتوهای رادیویی اندازه گیری میشه، که این باعث که این در واقع اون سلامت کادر پزشکی و پزشکا رو تامین میکنه و این بخشی از همون سیستم کنترل کوالیتی هستش که تو اینجا به صورت چک لیست انجام میشه. اینجا این اتفاقات مثل داشتن گواهینامه رانندگی چیز عجیبی نیست که من امیدوارم که ما بتونیم یه روزی تو کشور خودمون به اون جایی برسیم که این چیزا مثل روتین روزانه باشه، ما راجبش به عنوان موزل صحبت نکنیم. متشکرم دکتر حامد صالحی، پزشک و مدرس پزشکی. رئیس جمهوری ایران امروز از مواضع چین و روسیه در جلسه دیروز شورای امنیت ابراز خوشنودی کرد. حسن روحانی گفت ایران در صورت به نتیجه رسیدن تلاش آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی این کشور در سازمان ملل واکنش قاطعی نشان خواهد داد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم ساعتی پیش در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد ترجیح می‌دهد از مکانیزم ماشه استفاده نکند، ولی اگر تحریم تسلیحاتی ایران تمدید نشود به این حرب متوسل خواهد شد. آقای پومپئو بار دیگر راه حل میانی اروپایی‌ها برای تمدید کوتاه مدت تحریم‌های تسلیحاتی ایران را رد کرد. بهمن کلباسی گزارش می‌دهد. دیروز در سازمان ملل یک محل نمایشی بود. هشدار شدید تهران: اگر تهدید آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل عملی شود، ایران پاسخ سختی خواهد داد. حسن روحانی نگفت دقیقاً چه خواهند کرد. تاکنون ضربه آمریکا به برجام ضربه اقتصادی بوده، اما اگر بخوان ضربه سیاسی به برجام بزنن، بدونن جمهوری اسلامی ایران تحمل نخواهد کرد و اقدام قاطع خودش رو در این زمینه نشون میده. واکنشی به نشست دیروز شورای امنیت که زیر سایه کرونا به جای دیدار حضوری در مقر سازمان ملل اینجا در نیویورک
ویدیویی برگزار شد. این کار را برای شرکت وزیر خارجه ایران آسان‌تر کرد. وزیر خارجه آمریکا هم از واشنگتن به آن پیوست تا بتواند از فرصت گزارش هر 6 ماه دبیرکل سازمان ملل در مورد برجام و قطعنامه 2231 برای راضی کردن 14 کشور دیگر شورا به همراهی با مواضع دولت ترامپ در برابر ایران استفاده کند. موازی که 3 محور اصلی دارد: تأکید بر مرگ برجام، مخالفت شدید با پایان تحریم تسلیحاتی ایران در پاییز و تهدید به استفاده از مکانیزم ماشه با هدف بازگرداندن همه تحریم‌های سازمان ملل اگر شورای امنیت تحریم تسلیحاتی را تمدید نکند. بند 1 منشور سازمان ملل میگوید که وظیفه این سازمان دست زدن به اقدام‌های گروهی برای جلوگیری و از بین بردن تهدیدهای صلح است. با توجه به مستندات بیشماری که ارائه کردم، اگر ایران تهدیدی برای صلح نیست که نیاز به اقدام گروهی داشته باشد، من نمی‌دانم دیگر چه چیزی است. این شورا باید جلوی دیپلماسی اخاذی بایستد. استدلال‌های وزیر خارجه آمریکا اما خریداری نداشت. Iran is being deliberately squeezed from all directions. از روسیه و چین گرفته تا متحدان اروپای واشنگتن و همه اعضای غیر دائم، از آفریقای جنوبی تا حتی جمهوری دومینیکن بر اهمیت برجام برای حفظ صلح و امنیت بین المللی پافشاری کردند. از آمریکا خواستند به آن بازگردد و به تهران گفتند همه مفاد توافق هسته‌ای را اجرا کند. هیچ یک از این کشورها هم از پیشنویس تمدید تحریم تسلیحاتی که آمریکا روی میز گذاشته حمایت نکردند. اما در مورد اصلی ترین پرسش پیش روی شورای امنیت در 3 ماه آینده، یعنی تهدید آمریکا به استفاده از مکانیزم ماشه، اروپا باز مخالفت کرد و سفرای چین و روسیه آن را غیر قانونی خواندند، چون میگویند دولت ترامپ از برجام خارج شده و حق استفاده از امکانات قطعنامه 2231 را ندارد. سفیر آلمان در جلسه 1 گام کشورش را به پکن نزدیکتر کرد. نه فقط مخالفت، بلکه زیر سوال بردن مشروعیت حقوقی گامی که آمریکا می‌خواهد بردارد. با حرفایی که سفیر چین در مورد مکانیزم ماشه زد، من هم همصدا هستم. خروج آمریکا از برجام نقض قوانین بین‌المللی است، چون این توافق در قطعنامه 2231 رسمیت حقوقی پیدا کرد. 31. ابهام اما در مورد اینکه آیا آمریکا موفق می شود این مکانیزم را فعال کند یا نه ادامه دارد. آنچه مبهم نیست انزوای مایک پومپئو در هر سه موضوع است. نشست شورای امنیت که با انتقادهای مفصل از تهران به خاطر حملات به عربستان و سلاح رسانی به یمن و عدم اجرای بخشهایی از برجام هم همراه بود، با هشدار جواد ظریف در مورد پیامدهای بازگردانده شدن تحریم‌های سازمان ملل پایان یافت. بهمن کلبسی، BBC، نیویورک. قدم‌های بعدی آمریکا کدامند و برداشت دستگاه سیاست خارجه ایالات متحده از آنچه دیروز در شورای امنیت گذشت چیست؟ در این مورد با سخنگوی وزارت خارجه آمریکا صحبت کردم. خانم آرتوکاس، خوش آمدید به برنامه. دیروز دیدیم که همه 14 کشور عضو شورای امنیت از اقدام آمریکا در خروج از برجام انتقاد کردند و گفتند که مایلند که برجام پایدار بمونه. چی شده که آمریکا این چنین منزوی شده؟ من فکر میکنم این ایرانه که منزوی شده. بنابراین لزوماً با سوال شما موافق نیستم. اینجا فکر میکنم باید دو بحث مجزا داشته باشیم. سوالی که از من پرسیدید درباره برجام بود و تصمیم آمریکا، اینکه حدود 2 سال پیش تصمیم گرفت که از این توافق خارج بشه. فکر میکنم که خب میدونیم که خیلی مفصل در رسانه دربارش بحث شده و ما اختلاف نظر داریم درباره برجام و درباره مفاد اون. اما بحثی که دیروز دربارش صحبت شد بحث تحریم تسلیحاتی علیه ایران بود که در ماه اکتبر منقضی میشه. بنابراین چه بخوایم راجع به برجام حرف بزنیم یا نه، اون یک بحث دیگه است که خب هر عضو شورای امنیت میتونه راجع بهش صحبت کنه و تصمیم بگیره.
تک تک این عضوها باید یک به این قضیه به صورت جدی فکر کنن که آیا میخوان که ایران در آینده این تحریم تسلیحاتی علیهش نباشه یا نه. اگر به رفتار ایران در این سالهای اخیر نگاه کنیم، به رفتار غیر مسئولانه ایران نگاه کنیم، وقتی که ایران مثل کشور نرمال، مثل کشور عادی رفتار نکرده و تهدیدی که متوجه خاورمیانه، اروپا و جهان کرده و میکنه اگر که این تحریم ها تمدید نشن، همونطور که وزیر خارجه آقای پومپئو اشاره کرد، ما نیاز داریم که این انجام بشه. میدونیم که ایران این قابلیت رو داره که اسلحه بخره، هواپیماهای چینی تا تانکهای روسی، همینا رو ابتیاع کنه و اون وقت این خطری خواهد بود برای صلح و ثبات در خاورمیانه و حتی در اروپا. و بنابراین این وظیفه ماست و وظیفه هر نهادی هست که تلاش کنه علیه این قضیه. دقیقاً همین حرفی که شما الان میزنین زد، اما دیدیم که بسیاری از کشورهای عضو شورای امنیت تاکید کردند که تمایلی به تمدید تحریم تسلیحاتی ایران ندارند. آیا با تمام این اوصاف کماکان شما میخواین پیشنویس قطعنامه‌تون رو به رأی بگذارید؟ من الان نمیخوام که جزئیات خیلی زیادی راجع به فعالیت ما در شورای امنیت بگم. طبیعتاً نماینده ما کلی کرافت به این قضیه خواهد پرداخت و داریم تیم ما در سازمان ملل داره با آقای وزیر پومپئو به صورت روزانه و تنگاتنگ همکاری میکنه تا ببینیم که چه کار میخوایم بکنیم و اطمینان حاصل کنیم که این تحریم ها برداشته نشن و تمدید بشن. تا اکتبر طبیعتاً فرصت های لازم رو خواهیم داشت تا اینکه این اطمینان رو حاصل کنیم که این تحریم ها تمدید بشن و پابرجا بمونن. ولی نکته اساس اینجا است که ما باید به قطعنامه 2231 شورای امنیت نگاه کنیم و دیروز این اعلام شد که ایران مقصر بوده و مسئول بوده برای حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی. این یک حمله بسیار پیچیده و پیشرفته‌ای بوده که انجام شد و خیلی از تحلیلگران بر این باور هستند که تا نیمی از تولید نفت عربستان سعودی رو میتونست از بازار خارج کنه. ما شاهد حمله ها به نفتکش ها بودیم در خلیج فارس، شاهد حملات بیشماری بودیم در عراق، حمایت ایران از حزب الله و شیعیان و حمله شیعیان در عراق به سفارت آمریکا در عراق. بنابراین نمیخوام که الان حوصله بیننده های شما رو سر ببرم، ولی در نهایت ما به عنوان ما معتقد هستیم که هر یک دولت غیر مسئول، یک کشور غیر مسئول مثل ایران نباید قادر باشه که چنین سلاحایی رو خریداری کنه و بنابراین الان وظیفه ماست که تمام کار خودمون رو تا لحظه آخر بکنیم و تمام تلاش خودمون رو به کار بگیریم تا اینکه این تحریم‌ها همچنان تمدید بشن. چطوری؟ خب اسمش دیپلماسیه. ما تلاش خواهیم کرد، با متحدانمون همکاری خواهیم کرد، کار خواهیم کرد در شورای امنیت. طبیعتاً این یک چالشی است که پیش روی ما هست و ما به اون واقفیم، اما ما یک پرونده و یک استدلال خیلی منطقی و موجهی داریم که قانع کننده خواهد بود. گزینه‌های زیادی پیش رو داریم روی میز، گزینه‌های زیادی روی میز هست. من طبیعتاً ببینیم که چه اتفاقی میفته. یک دوگانگی هست در صحبت‌هایی که از یک طرف مقام های آمریکا میگن که سیاست فشار حداکثری موفق بوده، ایران پول لازم رو نداره، نمیتونه از گروه های نیابتیش حمایت بکنه. در مقابل میگن که اگر که تحریم های تسلیحاتی لغو بشه، ایران میتونه بره سلاح های گران قیمت از چین و روسیه بخره. به هر حال الان ایران پول داره یا نداره؟ بله، این سوال منصفانه ایه. ببینید، رژیم ایران نشون داده که اونها این توانایی رو دارن که پول رو از دستان مردم ایران خارج کنن، از گلوی مردم ایران بزنن تا اینکه بیان و هزینه های رژیم رو تامین کنن. ببینید که این اتفاقی که همچنان در طول بحران کووید 19 هم در ایران داره میفته، 20 مقام ایرانی جانشون رو در این بحران از دست دادن، ولی ما دیدیم که پولی که باید از
به برکت و به لطف برجام وارد ایران میشد و به خرج لازم میرسید، در نهایت به مصرف و مصروف مردم ایران نشد، رنج مردم ایران ادامه پیدا کرده و کرد. و خب میدونیم که اگر که فکر نمی کنم ما اولین کسی باشیم که این رو داریم میگیم، و اگر ایرانی ها دوچار مشقت باشن در زندگی روزانهشون، دولتشون و حکومت ایران عبایی نداره از این که پولی که باید مصرف مردم برسه رو جای دیگه صرف کنه، و هیچ عبایی نداره از این که این رنج رو به مردم خودش تحمیل کنه. مایک پومپئو امروز یک ویدیویی نشون داد و دوباره ایران اگر که بتونه جت‌هایی می‌خره که پایتخت‌های آسیایی و اروپایی رو ممکنه باهاش هدف قرار بده، اما کارشناسان نظامی اومدند توضیح دادند که با محاسبات اونها این جت‌ها بنزین کافی نخواهند داشت که به پایتخت‌های اروپایی برن و به ایران برگردن. فکر نمی‌کنید این گونه اغراق کردن درباره ایران موضع آمریکا رو تضعیف می‌کنه؟ بله، البته قادر نخواهند بود که این کار رو لزوما فردا انجام بدن، اما این توانایی رو به دست خواهند آورد. مورگان اورتگاس بود. دولت ایران اعلام کرده که در بسیاری از شهرهای 13 استان محدودیت‌های تازه‌ای برای رفت و آمد برقرار خواهد کرد. به گفته مقام‌های ایران چندین استان ایران در وضعیت قرمز قرار دارند. ببینیم با هم گزارش بعدی رو از کسراناچی. تخت های بیمارستان ها در اکثر مناطق کشور به سرعت اشغال می شوند. در خیلی از بیمارستان ها دیگر تخت خالی نیست، مثل اینجا در این بیمارستان در مشهد. در تهران هم بیمارستان ها وضع بهتری ندارند، تخت خالی کمتر پیدا می شود. در روزهای اخیر تعداد کسانی که به علت ابتلا به ویروس کرونا جانشان را از دست دادند به بالاترین سطح رسیده است، حتی بالاتر از 3 ماه پیش وقتی که بحران به اوجش رسیده بود. در 24 ساعت گذشته 141 نفر. متاسفانه شلوغ شدیم خرداد، خیلی آمار اومده بود پایین، خوشحال بودیم، ولی دیگه از هفته سوم خرداد، چهارم خرداد کم کم رفت بالا. الان هم که دیگه همه تخت و پر رو اصلا تخت خالی نداریم، یعنی صبح میایم مریضا رو میبینیم 5 تا 6 تا مرخص میکنیم، قبل از اینکه خارج بشیم از بیمارستان تخت و پر شد. الان 3-4 روز همچنان بیمارستان ما تخت خالی اصلا نداریم، پر شدن و مریضا ناچار شدن که وایستن تا یه تخت خالی جور بشه و برن بالا سر یه تخت. مقام های کشور میگویند شرایط در 8 استان بحرانی و قرمز است و در 13 استان مقام های استان ها در تعدادی از شهرها محدودیت های رفت آمد و کسب و کار اعمال کردند یا به زودی اعمال می کنند، از جمله تعطیلی کامل برای 1 هفته. اختیارات موردی که برای بعضی از استان ها داده شده، استانداران ظرف دیروز و امروز بهشون ابلاغ شده و تصمیم خواهند گرفت بسته بشه، عمدتا به صورت شهرستانی انشالله اقدام خواهند کرد. در هرمزگان 8 شهر در شرایط قرمز هستند، از جمله بندر عباس، بزرگترین بندر کشور. این وضعیت مشهد است. در مشهد مقام ها این را که میخواهند شهر را تعطیل کنند رد کردند، اگرچه محدودیت هایی اعلام کردند. و در تهران موج فزاینده ابتلا در میان جوانان و میان میانسالان دیده میشود و افزایش تصاعدی مبتلایان. در 3 روز گذشته در میان خستگی زیاد کادرهای درمان و بهداشت بیمارستان هم. یک مقام اورژانس تهران گفته است بیش از 110 نفر از کارکنان اورژانس به کووید 19 مبتلا شدند. کسراناجی، بی بی سی. سازمان بهداشت جهانی میگوید پیشگیری و درمان بیماری‌های غیرواگیر از زمان شیوع کرونا به شدت مختل شده. خیلی از افرادی که نیاز به خدمات درمانی برای بیماری‌های مثل سرطان، بیماری قلبی و دیابت دارند، از ابتدای شروع قرنطینه در بیشتر کشورها هیچ درمانی دریافت نکردند. در ایران به گفته وزیر بهداشت سالانه 313 هزار نفر به علت ابتلا به بیماری‌های غیرواگیر جانشان را از دست می‌دهند. فرین ناصمی نگاهی کرده به تأثیر کرونا بر افرادی که بیماری‌های غیرواگیر دارند. مبتلایان به بیماری‌های غیرواگیر که درمانشان تحت تأثیر کرونا و قرنطینه قرار گرفته. از یک طرف ترس از ابتلا به کرونا دارند و از طرف دیگر به تأخیر افتادن درمان بیماری کهنه جانشان را به خطر انداخته.
بر اساس تحقیق سازمان بهداشت جهانی از 155 کشور از زمان شیوع کرونا 49% کشورها خدمات درمانی برای بیماران مبتلا به دیابت را قطع کردند. 31% درمان بیماری‌های قلبی را متوقف کردند. 53% خدمات برای بیماران مبتلا به فشار خون بالا و 42% درمان انواع سرطان. این شرایط خیلی تأسف بار و مشکل سازه. مسلماً خیلی مهمه که افرادی که بیماری غیرواگیر دارن درمانشون رو ادامه بدن. اونا باید تا جایی که میشه با دکترها و سیستم درمانی در کشورشون در ارتباط باشن. بیماری‌های غیرواگیر مانند سرطان، دیابت و بیماری‌های قلبی سالانه موجب مرگ 41 میلیون نفر در دنیا می‌شود. یعنی چیزی معادل 71% مرگ و میرها در دنیا. رئیس سازمان بهداشت جهانی از کشورهای مختلف خواسته همزمان با مقابله با کووید 19 راه خلاقانه برای خدمات رسانی به بیماران مبتلا به بیماری‌های غیرواگیر پیدا کنند. بهاره پیش از این به سرطان غدد لنفاوی مبتلا بوده و تا پیش از شیوع کرونا تحت کنترل مدام بوده. طبق دستور دکترام یک ساله که هر هفته میرم آزمایش خون و یک سری داروها یا به صورت تزریقی یا بعضی موقع همون قرصایی که دارم رو بر حسب اون که بدنم تو چه وضعیتی هست میگیرم. وقتی دولت کشور برد توی لاکدان مرحله 4، کسایی که مثل من بودن بعد از سرطانشون بود و کسایی که تو استیج‌های اولیه سرطان بودن، ما هیچ دارویی نگرفتیم برای 6 هفته که خب شرایط بهتر شد و ما برگشتیم بیمارستان و شرایط بیماری من تقریبا خوب نبود. خیلی از کسایی که میشناختم بیمارستان باشون دوست شده بودم، بیماریاشون بدتر شده بود. چیزی که از دست دادیم اون 6 هفته بود. اما از دست دادن زمان برای بیماران مبتلا به سرطان مانند بهاره چقدر خطرناک است؟ اول اینکه خیلی سخته که به طور کلی نظر بدیم. در خیلی از سرطان‌ها زمان اهمیت زیادی نداره، اما تو بعضی خیلی مهمه. مسئله مهم اینه که تشخیص و درمان رو در سریع‌ترین زمانی که ممکنه انجام بدیم. سازمان بهداشت جهانی راهنمایی تهیه کرده تا رؤسای دولت‌ها خدمات درمانی رو از سر بگیرن. به نظرم خیلی از بیماران نباید نگران توقف چند هفته‌ای درمانشون باشن، اما اگه بیشتر طول بکشه وضعیت چالش برانگیز میشه و عواقب جدی‌تری خواهد داشت. در ایران هم درمان بیماران مبتلا به سرطان مختل شده. بسیاری از بیمارانی که تحت شیمی درمانی بودند این درمان را متوقف کردند. به برخی از آنها توصیه شده در مطب‌های خصوصی این درمان را ادامه دهند، اما تامین هزینه آن برای همه امکان پذیر نیست. گاه همین محیط‌ها به دلیل حضور تعداد زیادی در فضای محدود مطب‌ها برای بیماران مبتلا به سرطان خطرناک است. ملاحظات این کارم انجام نشده. رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفته در ایران سالانه 55,000 نفر بر اثر ابتلا به سرطان جان خود را از دست می‌دهند، اما نیمی از سرطان‌ها قابل تشخیص و پیگیری هستند. دکتر عمومی برای من تشخیص داده بود در واقع که قند خونم متعادل نیست. متاسفانه به محض اینکه می‌خواستم آزمایشامو بگیرم 3 مرحله‌ای و ببرم پیش فوق تخصص غدد، کرونا پیش اومد. من خودم خیلی ترسیدم از اینکه تو فضای آزمایشگاه بخوام آزمایش خون بدم. من با این دستگاه تو خونه می‌گیرم و با اینکه روزی 3 تا متفورمین 500 می‌خورم، ولی بازم قند خونم بالا هستش نسبت به نرمال. ولی بازم میگم از طرفی این کرونا جرأت رو به من نمیده که من بتونم برم روند درمانم رو پیگیری بکنم. رئیس هیئت مدیره انجمن دیابت ایران هفته پیش تعداد مبتلایان به دیابت در این کشور رو حدود 8 میلیون نفر اعلام کرد. من بهمن ماه تصور خودم بود که معده درد دارم، مراجعه کردم مرکز درمانی، اونجا آزمایش کردم، مراجعه شدم که اصلا رگای قلبم گرفته بود، استنت گذاشتن، آنژیوگرافی و این داستان ها. تقریبا تا شروع کرونا مشکلم حل شده بود. موضوع این بود که دکتر به من گفته بود که اگه درد روز اولت باز برگشت حتما مراجعه کن بیمارستان. اتفاقا چند روز پیش این درد اومد سراغ من و من مجبور شدم برم بیمارستان و دیدم مرکز اورژانس بیمارستان خیلی شلوغه و به خاطر کرونا واقعا خودم ترسیدم که برم داخل. یه ذره نشستم تو ماشین جلو بیمارستان، دردم کمتر شد، برگشتم خونه. سالانه بیش از 150,000 نفر در ایران بر اثر سکته قلبی و مغزی جان خود را از دست می دهند.
در بعضی کشورها با کاهش محدودیت‌های قرنطینه، خدمات رسانی به بیماران مبتلا به بیماری‌های غیرواگیر از سر گرفته شده. اما همچنان به افرادی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای مانند سرطان، دیابت، بیماری‌های ریوی، بیماری قلبی و بیماری‌های دستگاه ایمنی هستند، توصیه می‌شود، چون در گروه پر ریسک ابتلا به کرونا قرار دارند، فقط در صورت لزوم به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها مراجعه کنند. فرین عاصمی، BBC. محمد علی کامفیروزی، وکیل دادگستری و فعال دانشجویی، حدود 4 سال پیش در جلسه دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، گفته بود که انتقاد از او میتواند پیگرد قضایی داشته باشد. در آن جلسه آیت الله خامنه این حرف را رد کرد. حالا آقای کامفیروزی گفته که قوه قضاییه با شکایت سازمان اطلاعات سپاه علیه او حکم صادر کرده و در سالهای گذشته بارها به دادسرا احضار شده. جزئیات ماجرا در گزارشی از علی همدانی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. بیشتر وقتها تنها او حرف میزند. راضی هستم، خیلی قانع نیستم. اما سالی یک بار کسانی در خطاب با او صحبت میکنند، معمولا در حمایت. اما در مواردی که به انتقاد مستقیم از او یا نهادهای زیر دستی میپردازند، گاهی برای منتقدان دردسر ساز شده. جناب آقای محمد علی کامفیروزی، دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران، نماینده منتخب مدیران مسئول. نمونه تازه، محمد علی کامفیروزی، حقوقدان و فعال دانشجویی، 4 سال بعد از این اظهارات در برابر رهبر جمهوری اسلامی ایران. فرمایشات مکرر جناب عالی در زمینه باز بودن باب نقد شما و نهادهای زیرمجموعه شما، ضرورت آزاداندیشی در دانشگاه ها، تحمل مخالفان، برافروخته نشدن و جدال احسن با آنها و پرهیز از برخورد امنیتی با دانشجویان توسط برخی از مسئولین که خود را متصف به صفت انقلابی می‌دانند، شنیده اما رعایت نمی‌شود. آقای کامفیروزی به دنبال شکایت سازمان اطلاعات سپاه از ارگان‌های نزدیک به رهبر به دلیل آنچه به توهین به او تعبیر شده، به 2 سال زندان تعلیقی و 60 بار سفر اجباری به شیراز طی 5 سال برای معرفی خود به دستگاه امنیتی، حتی بعد از آنکه رهبر نظام در پاسخ به انتقادهای او گفته بود انتقاد کردن از شخص او ایراد ندارد. حالا اینجا این برادر عزیزمون میاد میگه اگر کسی مخالف حرف شما زد باید بره توی پیچ و خم دالانهای دادگستری. نه، مخالف بنده حرف زدن اصلا نه مؤاخذه داره نه جرمه. من خودم بارها گفتم شعار علیه آیت الله خامنه ای در خیابان ها اما انتقاد مستقیم و در مقابل چشم رهبر جمهوری اسلامی ایران هم اخیراً بیشتر شده با عواقب. این یک مورد دیگر در جلسه‌ای در خرداد 1397، سحر مهرابی، فعال دانشجویی و نماینده مدیران مسئول نشریات دانشگاهی. باید به قانون بازگردیم، به قانون اساسی، آن هم نه فقط چند اصل آن، راهکار احیای قانون اساسی و محدودیت خودسرانه آزادی اشخاص مانند 8 سال حصر غیرقانونی تنها نمونه هایی از تعرض به حقوق اولیه انسانی است که سیانت از آن وظیفه بدیهی هر حاکمیتی و به ویژه حاکمیت دینی. حاضران شعار مرگ بر فتنه‌گر سر دادند. آیت الله خامنه‌ای هم برای انتقاد کردن شرط گذاشت. تو لحن انتقاد رو خیلی تند نکنی، جوری حرف نزنید که بتونن شما رو در مرجع قضایی محکوم کنن. یا این یکی انقلابی نیست. به نظر ما صرف انتخاب رئیس صدا و سیما از سوی شما رافع مسئولیت از جناب عالی نیست. به حضرت عالی نسبت به این عمل کرده این دستگاه مسئولیت مستقیم دارید. تنها یک روز بعد از این اظهارات محمد جواد معتمدی نژاد بازداشت شد. البته در همان جلسه آیت الله خامنه ای افراد را از آنچه انتقادات تند خواند نهی کرد. در معدود جلسات پرسش و پاسخ با رهبر جمهوری اسلامی ایران، گاهی حضار از اینکه نمی توانند با او مستقیم صحبت کنند یا سوال بپرسند، شکایت می کنند. این یک نمونه. طلبه‌ای که نگذاشتند پشت تریبون حاضر شود.
با وجود انتقادات موردی حاضران در جلسات دانشجوی آیت الله خامنه ای، سخنرانها و مدعوین به جلسات به شدت کنترل می شوند و از فیلترهای مختلف می گذرند. معمولا این اعضای تشکلهای تندروی حکومت بودند که در این گردهمایی ها حاضرند. خواهش میکنم در جمع ما حاضر هستند ناصر فید عزیز. نشان به نشان اظهارات حیدر عباسی طلبه اصولگرا در پاسخ به شیوه دعوت و سخنرانی در این مراسم، او گفته دفتر آیت الله خامنه ای به حضار توصیه کرده که آقا از سخنان تند و انتقادی خوشش نمی آید و بهتر است اگر انتقاد می کنند ملایم باشند. علی همدانی، بی بی سی. سعید آگنجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از هلسینکی فنلاند با ماست. آقای آگنجی در ایران به اتهاماتی از جمله توهین به رهبری به زندان محکوم شده بودند. آقای آگنجی خوش آمدید به برنامه. شنیدید آیت الله خامنه ای معتقده که مشکلی با انتقاد نداره، اما لحن انتقاد تند نباشه، انتقاد حساب شده باشه، منجر به پیگیری قضایی نشه. انتقاد چه شکلی باید باشه؟ رهبر ایران معمولا این سخنان رو بیان میکنه، یعنی که چه در بحث تریبون‌های آزاداندیشی که در دانشگاه ها گفته بود را بیفته و دانشجوها هر صحبتی رو میخوان آزادانه بیان کنن، یا دیدارهایی که در حضور خود رهبر جمهوری اسلامی هست، این سخنان رو بیان میکنه. اما اینها در ظاهر هست. هر انتقادی کوچکی که به رهبر جمهوری اسلامی انجام بشه در دانشگاه ها توسط دانشجوها، شامل برخورد قضایی و برخورد توسط نهادهای امنیتی میشه. در این مورد چه اطلاعات سپاه چه وزارت اطلاعاتی کوتاهی نمی کنن و یکی از اتهاماتی که اکثریت دانشجوها با اون روبرو هستن به دلیل انتقاداتی که در فضای دانشگاه از رهبر جمهوری اسلامی می کنن توهین به رهبری است و معمولا هم احکامی بین 6 ماه تا 2 سال رو دریافت می کنن، حالا چه به صورت تعلیقی چه تعزیری. اشاره کردید به بحث تریبون‌های دانشجویی که آیت الله خامنه‌ای هم بارها بهش تاکید کرده. الان فضای تریبون‌های دانشجویی چطوریه؟ آیا اصلا امکان صحبت کردن هست که بعد منجر به پیگیری قانونی بشه؟ ببینید در حال حاضر فضاهای دانشگاه‌ها بسیار، حالا قبل از بحث کرونا، فضای دانشگاه‌ها بسیار بسته شده بود. فضاهای پلیسی و امنیتی به وجود اومده. اون فعالیت‌های دانشجویی که در گذشته بوده مانند الان رونق نداره و بیشتر تشکل‌هایی که قدرت دارن تشکل‌های تندروی مثل بسیج دانشجویی، نهادهای وابسته به اونها هستن و قاعدتا صدایی تک صدایی هست دانشگاه و هر صدای دیگری که از طرف فعالین دانشجویی دیگه یا دانشجویانی که معترض به وضعیت هستن بیرون میاد یا اعتراضاتی رو شکل میدن شامل برخورد میشه. حالا این برخوردها اکثریت انتقاد به رأس نظام و رهبر جمهوری اسلامی است به دلیل اینکه مسئولیت کلی اتفاقاتی رو که حالا در شکل حاکمیت داریم میبینیم مسئولیت مستقیمش با رهبر جمهوری اسلامی است و به همین دلیل دانشجوها و دانشگاه که رکن اصلی و مرکز اصلی اعتراضات هست، هدفشون این هست که انتقادات رو به سمت رهبر ببرند که ایشون پاسخگو باشه. اما شاهد هستیم که هیچگاه رهبر جمهوری اسلامی پاسخگو نمونده و حتی بعضا در دیدارهاشون دانشجوها رو منع میکنن به انتقادهای تند یا انتقادهایی که صرفا ایشون رو مسئول قرار میده، مثل حالا اینکه مسئول صدا و سیما هستن نهادهایی مثل سپاه پاسداران یا هر ارگان دیگه‌ای. آقای آگنجی، معمولا اصولگراها از همین 2-3 دقیقه در سال که فرصت دست میده به یک دانشجوی مخالف که از آیت الله خامنه ای انتقاد بکنه بسیار استفاده میکنن و اون رو نشان دهنده انتقاد پذیره آیت الله خامنه ای میدونند. چرا تا به همین 2-3 دقیقه رو ندارن و الان شاهد چنین برخوردهایی با مخالفان هستیم؟ اگه کوتاه ممکن. به دلیل اینکه در حال حاضر فضایی که محاکم شده قدرت در دست جریان تندروست و اونها توان برخورد بیشتری رو دارن، توان سرکوب بیشتری رو دارن و هیچ ترس و واهمه ای رو از این ندارن. در حال حاضر هم هر دانشجوی در دید، حالا امسال که دیداری نداشتن و دیدارهایی رو که برگزار میشه انتقادی صورت بگیره قاعدتا با سرکوب یا بعد از اون با برخوردهای نهاد امنیتی روبرو میشه و باعث میشه اون دانشجو به انزوا کشیده میشه. این در تمامی ادوار حاکم بوده، یعنی صرف سال 97 یا 98 یا 95 که آقای کامفیروزی معتمد نجات بودن نیست. دانشجویانی که حتی در دانشگاه ها منتقد آقای خامنه‌ای هستن با برخوردهای نهادهای امنیتی روبرو میشن و نهادهای تندرو هم
این برخوردها رو انجام میدن. متشکرم سعید آگنجی، تحلیلگر مسائل سیاسی. دور تازه اعتراض‌ها در کارخانه نیشکر هفت‌تپه خوزستان در حالی وارد 17 روز شده که کارگران از افزایش مبتلایان به کرونا در این مجموعه ابراز نگرانی کردند. پرداخت 3 حقوق معوقه و تمدید دفترچه بیمه از جمله خواسته‌های کارگران هفت‌تپه است. مریم افشان گزارش می‌دهد. 17 روز اعتراض در گرمای نزدیک 50 درجه با خطر ابتلا به کرونا. یکی از کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه خوزستان به خبرگزاری ایلنا گفته حدود 40 کارگر به کرونا مبتلا شده و بستری هستند. تحسن، اعتصاب و اعتراض کارگران هفت‌تپه حرف همین 17 روز نیست و سال هاست که آنها به شرایط کارشان معترضند. اما دلیل اعتراضشان این بار به چیست؟ اهم خواسته های کارگران هفت‌تپه عبارتند از پرداخت فوری حقوق و مطالبات عرفی معوقمون، بازگشت به کار فوری همکاران اخراج شده مثل اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، ایمان اخضری و سالار بیژنی، بازداشت فوری اسد بیگ و مجازات حبس ابد برای اسد بیگ و رستمی، خلعیت فوری کارفرمای اختلاسگر و بخش خصوصی از هفت‌تپه. کارگران هفت‌تپه به هیچ وجه نمیپذیرن این بخش خصوصی بره و یه بخش خصوصی دیگه بیاد. همچنین خواستار این هستیم که همه ثروت اختلاسگران بخش خصوصی به کارگران هفت‌تپه برگرده و پایان کار مدیران بازنشسته هم زده بشه. دادگاه امید اسدبیگی، مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه، با اتهام سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی اخیراً برگزار شد. دادگاهی که کارگران با دستبند و پابند و لباس زندان در آن حضور داشتند، آقای اسدبیگی با کت و شلوار به آنجا رفت. قاضی دادگاه او را به شرط پرداخت حقوق کارکنانش آزاد کرد. کارگران معترض اما محکوم به زندان شدند. در سال 98 که ما 73 روز اعتصاب کردیم، باعث شد که همکاران زندانیمون مثل اسماعیل بخشی آزاد بشن و احکام اسماعیل بخشی و محمد خنیفر و حامیان کارگران هفت‌تپه لغو بشه، به جز یکی متاسفانه. اما توافق 10 که کارفرما در حضور مسئولان شهر شوش امضا کرد رو زیرش زد و حقوق‌های معوقه کماکان ادامه پیدا کرد. منتها در اثر فشار کارگران هفت‌تپه، اسدبیگ و رستمی دادگاهی شدن و ثابت شد حرفی که ما می‌زدیم درست بود و اینها حداقل 1.5 میلیارد اختلاس کردند، اما حقوق کارگران هفت‌تپه رو به گروگان گرفتن. این آقایون مشروط آزاد شدن که حقوق کارگران رو بدند، اما نمیدن و حقوق رو به گروگان گرفتن. ما خواستار محاکمه فوری اینها هستیم و بخش خصوصی باید از هفت‌تپه جمع بشه. ما این اعتصاب رو ادامه خواهیم داد. هفت‌تپه بشکه باروتیه که اگه بخش خصوصی ازش جمع نشه، هر لحظه خشم کارگراش بیشتر میشه. این مصاحبه دیروز خانواده اسدبیگی در صفحه لایو اینستاگرام انصاف نیوز است. سرکار خانم فرمودن که چرا شما زندان نیستید؟ چرا؟ منم زندان بودم. بندم حدود تقریبا 6-7 ماه پیش. حدود 3 بنده تو انفرادی بودم. فکر نمی‌کنم که کارگرای من هیچ کدوم 3 تو انفرادی باشن. خب 3 من تو انفرادی بودم. با شرایط سخت. خب نه، میگم شما میگید ایشون میگن که کارگر بودم. واسه منم بودم. یعنی فرق نمی‌کنه. هم اونا تو زندان بودن هم بنده. البته من هیچ موقع باعث نشدم، یعنی خانواده ما باعث نشد که خدا نگرده برن زندان. من رو ما راضی نیستیم یک نفر تو زندان بره. تا حقوقشون هم دادیم. با چه روی جلوی دوربین میگید ما دستور زندانی یک شخصی رو ندادیم؟ ببخشید اعتراضی که تو تجدید نظر 14 استان خوزستان از تو آباد خود آقایان اسدبیگی اومدن اعتراض در رو تبره ما. ولی ما 3 تو انفرادی بودیم. امید اسدبیگی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا همچنین گفته حساب‌های مالی شرکتش مسدود شده و کارگران هم 1 است که حقوقشان به تأخیر افتاده. کارگران میگویند آخرین حقوق پرداختیشان اسفند ماه بوده. کارخانه هفت‌تپه حدود 5 پیش ورشکسته اعلام شد. همان زمان این مجموعه عظیم اقتصادی در یک مزایده به بخش خصوصی واگذار شد. قیمت تعیین شده برای این شرکت 286 میلیارد تومان بود که در مزایده تنها 6 میلیارد آن نقد پرداخته شد. واگذاری شرکت هفت‌تپه که زمانی یکی از بزرگترین واحدهای کشت و صنعت نیشکر در خاورمیانه بود، به 2 28 و 31 ساله با ابهام‌هایی همراه شد. حالا مدیرانش متهم به فسادند و کارگران خواهان احقاق حقوقشان.
مریم افشنگ، بی بی سی. دولت عربستان در تصمیمی بی سابقه مالیات بر ارزش افزوده را 3 برابر کرده. این مالیات از 5% حالا به 15% افزایش یافته و انتظار می رود به گران شدن کالاهای وارداتی بیانجامد. دولت عربستان این تصمیم را برای جبران کسری بودجه گرفته که کرونا و هزینه های ناشی از قرنطینه به وجود آورده. مهداد فرهمند گزارش می دهد. هجوم شاید بی سابقه بانوان سعودی به طلافروشی ها بلافاصله پس از برداشته شدن قرنطینه از اماکن عمومی و فروشگاه ها. تورمی که کرونا با پایین آوردن تقاضا به 1% پایین آورده بود، پیش بینی می شود با سیاست مالی تازه دولت تا 6% بالا برود. پول نقد را بهتر است طلا کنند. طلا ذخیره روز مبادا است، اما نیاز امروز و فوری هم مردم را به فروشگاه ها ریخته. بیشتر مواد غذایی در عربستان وارداتی است. هم مالیات قرار است بالا برود، هم عوارض گمرکی. معنایش گران شدن خوراک روزانه است. خودرو هم که کرونا تقاضا را برایش پایین آورده و روی دست فروشنده ها مانده بود، به یک بار مشتری پیدا کرده. می‌خرند چون قرار است گران شود. علاوه بر خودرو و خوراک، دیگر نیازهای مستقیم مردم هم در فهرست گران شدنند. این گرانی در کشوری که تقریباً همه نیازمندی‌هایش را از خارج وارد می‌کند، اجتناب ناپذیر است. به ویژه که چشم‌اندازی هم از بالا رفتن درآمد کشور پیش رو نیست. کرونا بازار نفت را که نان سعودی‌ها را تأمین می‌کند، کساد کرده. حج هم که منبع درآمد مهمی است، امسال قرار است منحصر به ساکنان عربستان باشد. فیهما فاکهة و نخل و رمان. حاجی از خارج نخواهد آمد تا پول خرج کند. دولت سعودی با 3 برابر کردن مالیات غیر مستقیم قرار است 26 میلیارد دلار درآمد کسب کند. این پول ممکن است مشکل تامین هزینه های عمومی کشور را که کرونا بار گرانی بر آن شد حل کند. اما مسئله مالیات تنها مسئله پول نیست. علمای سیاست میان مالیات و دموکراسی نسبت مستقیم می‌بینند. مردمی که مالیات بدهند می‌خواهند بدانند پولشان کجا خرج می‌شود. از دولت مسئولیت می‌طلبند. می‌خواهند خودشان هم در نحوه خرج شدن پولی که می‌دهند حضور داشته باشند. ناراضی می‌شوند، شورش می‌کنند. مالیات برای سعودی‌ها پدیده‌ای نوظهور است. تا 2 سال پیش که دولت‌های شورای همکاری خلیج فارس مالیات غیر مستقیم 5% بر ارزش افزوده وضع کردند، دولت‌های ثروتمند عرب مانند پدری بودند که یک تنه رفاه خانواده را تأمین می‌کرد. مالیات 5% خیلی دردناک نبود، چیز زیادی را عوض نکرد. اما مالیات 15% مانند این است که پدر روزی به بچه‌ها بگوید شما هم باید نانی سر این سفره بیاورید. این چیزی نیست که سعودی ها با آن عادت داشته باشند. مرتضی فرهمند، بی بی سی. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. ممنون از همراهیتون. مراقب هم باشید.